بحث واکسن ویروس کرونا همچنان در جهان داغ است و همزمان نوع جهش یافته ویروس سر از کره جنوبی در شرق آسیا درآورده. با ظهور نوع جهش یافته ویروس کرونا در بریتانیا، بسیاری از کشورها بیش از پیش عزم خود را جزم کردند تا واکسن‌ها را تایید و تزریق آنها را آغاز کنند. مثل اینجا در کره جنوبی، یکی از کشورهای پیشرو در مهار و کنترل اولیه شیوع ویروس کرونا. گفته می شود سرعت انتقال ویروس جدید چند برابر نوع قبلی است. حالا با تایید شدن سفر سه ناقل این ویروس به کره جنوبی از بریتانیا، مقامات این کشور تصمیم گرفتند که طول دوره بررسی و تایید واکسن‌ها را از 180 روز به 40 روز کاهش دهند. دولت این کشور قصد دارد تا از ماه فوریه واکسیناسیون را آغاز و برای 85% جمعیت کشورش واکسن سفارش دهد. هیجان و خوشحالی اما در اروپا از آغاز واکسیناسیون در این قاره همچنان ادامه دارد. مثل اینجا در کشور ایتالیا که پرستاری را که از اولین مبتلا به کووید 19 مراقبت کرده واکسینه می کنند. من واقعا امیدوارم که این پایان دوران پاندمی باشه و از امروز بتونیم فکر کنیم که زندگی می تونه به حالت عادی برگرده. من خوشحالم و در این حال هیجان زده. امیدوارم واکسینه شدن من موجب اطمینان بیشتر به واکسن کرونا بشه. بسیاری از رهبران اروپایی از آغاز واکسیناسیون در این قاره به عنوان روزی تاریخی یاد کردند. در چین اما یک زن وبلاگ نویس به دلیل انتشار ویدیوهای انتقادی درباره پنهانکاری دولت نسبت به ویروس کرونا در آغاز دوران پاندمی به 4 سال زندان محکوم شد. دولت چین بارها از سوی کشورها و نهادهای مختلف بین المللی به پنهانکاری در انتشار داده‌های مربوط به موارد ابتلا به کووید 19 متهم شده است. ایران یکی دیگر از کشورهایی است که مانند چین به پنهانکاری متهم شده. اتهامی که باعث شده که خود مقامات دولتی هم به صورت غیر مستقیم نسبت به بی‌اعتمادی مردم به مدیریت بحران کرونا اعتراف کنند. به خصوص در زمینه واکسن. مردم عزیز ما باور کنند که ما این کاره ایم. و ما یک قدمت حدود یک قرن در تولید واکسن در رازی و پاستور داریم که انشاءالله این تاریخچه رو من مفصلتر به استحضار مردم عزیز خواهم رسوند، بدانند که ما توانمندی این کار رو داریم. صحبت‌های ضد و نقیض مقامات و حکومت ایران در هفته‌های گذشته به این بی‌اعتمادی‌ها دامن زده است. درز قطره چکانی اطلاعات در مورد واکسن کرونا از سوی رئیس جمعیت هلال احمر و وزیر بهداشت در مورد خرید واکسن چینی و واردات واکسن فایزر بیوتیک از طریق کمک خیرین، بسیاری را نسبت به نبود برنامه‌ای مشخص و هماهنگ برای واکسیناسیون نگران کرده است. از طرفی تاکید بر تولید واکسن داخلی هم به نگرانی‌ها دامن زده. آنچنان که گروهی از کارشناسان در نامه‌ای سرگشاده ادعای در اختیار داشتن قابلیت ساخت واکسن ایرانی را به یک شوخی تشبیه کردند. در این نامه 167 داروساز خطاب به رئیس سازمان غذا و دارو ادعاهای از این دست و نیز اظهار نظر افراد غیر متخصص را توئین به شعور علمی داروسازان و صرفاً بهانه‌ای برای عدم تأمین واکسن توصیف کردند. ضد و نقیض بودن اظهارات مقام‌های حکومت ایران در مورد تعداد واکسن‌های سفارش داده شده هم برخی شهروندان ایرانی را نگران کرده که حکومت ایران قصد ندارد همه شهروندان را واکسینه کند. این در حالی است که حکومت ایران به صورت مکرر از نحوه کنترل و مهار همه‌گیری کرونا در این کشور تمجید می‌کند. مانند فرمانده سپاه اینجا در کنار وزیر بهداشت. و ما تونستیم از ارزش‌های اعتقادی خودمون به زیبایی کمک بگیریم تا اون رو در ساختار و سازوکار مدیریت یک بحران ملی مثل کرونا مداخله بدیم و از اون تأثیرات بسیار شگفت‌انگیزی بسازیم. با اینکه در بسیاری از کشورهای همجوار ایران طرح واکسیناسیون آغاز و به صورت شفاف برای شهروندانشان اعلام شده، در ایران هنوز معلوم نیست آیا در مورد انتخاب و ثبت سفارش خرید واکسن کرونا به سیاستی منسجم و هماهنگ دست یافتند. مهران کریمی، رادیو فردا.